خانم آقایون سلام، خوش آمدید. واقعا ما رو بسیار خوشحال کردین، تک تکتون با وجودتون امشب اینجا واقعا خوشحالیم. قدم به روی چشم ما گذاشتید. در مورد ابی صحبت کردن کمی سخته، در این حال که آسونه سخته، به جهت اینکه ابی اسمش با یک سری از خصایص گره خورده و همیشگیه. خصایصی مثل عشق، دوست داشتن، همکاری، همیاری، شفقت، انسانیت. فقط گفتن اسم ابی کافیه خیلی از وقتا. ولی چیزی رو که در مدت این سالها همیشه من رو متعجب کرده، ممتد بودن و همیشگی بودن این خصایصه. ما در دنیای خشنی زندگی میکنیم. کسی که دارای این خصایصه شاید همیشه جواب مثبت نگیره، ولی ابی جزو اون افرادیست که بدون در نظر گرفتن اینکه چه جوابی میگیره همیشه مهربانه، همیشه عاشقه. اکثر زوجها خیلی راحت میتونن بگن خب ما از این تاریخ ازدواج کردیم، همدیگر رو شناختیم، این تاریخ ازدواج کردیم، این مدت هست که با هم هستیم. من این رو نمیتونم بگم، برای اینکه تا اونجایی که یادم میاد ابی همیشه توی زندگی من بوده. در تمام پستی و بلندی های زندگی من صدای ابی همراه هم بوده. عاشقانه دوستش داشتم و این شانس رو داشتم که بالاخره یک زمانی این عشق دو طرفه شد و من تونستم به عنوان همراهش، یارش، رفیقش، عشقش، همسرش، همسفرش باشه. خیلی خلاصه براتون بگم، من یک طرفدار ابی هستم. یک طرفدار واقعی و فکر میکنم اکثر کسایی که تو این سالن هستن میلیون ها نفر از این طرفدارها رو دارن و قدرشون رو میدونم، برای اینکه عشق یک طرفدار میتونه به همین مقدار پر استقامت و دائمی باشه. دوست دارم از امشبی که شب ابی هستش پلی بزنم به تمامی هنرمندانمون در تبعید. هنرمندانی که ما خیلی خوب میدونیم بعد از انقلاب و اغتشاش 57 و تکه زدن این افراد بر مسند قدرت و انقلاب فرهنگی هنری که این افراد انجام دادن، بعد مستقیما هدفشون فرهنگ مملکت ما و هنر مملکت ما بود که به قول عزیزمون فریدون فرخزاد، فرهنگ همیشه غالبه و ما امروزه میبینیم که مجبورن به نحوی از آنها دست اهالی هنر رو بازتر بگذارن. ولی در 30 سال سکوت مرگباری که کشور ما رو گرفته بود، تمام شما، تمام هنرمندان تبعیدی ما نقبی زدن از خارج از ایران مستقیما به قلب تاریکی، مستقیما به کشور جنگ زده، به مردم ناامید، و همیشه همگیتون پیام‌آور امید و شادی بودید برای مردم ایران. شما با زیبایی آفرینیاتون تندیسی ساختید از جنس پولاد که هیچ قدرتی، هیچ زمانی نمیتونه نفوذی به اون بکنه. اسم تک تک شما در تاریخ کشور ما، در تاریخ فرهنگ و هنر کشور ما جاودان خواهد بود و من
سر تعظیم فرود میارم به خاطر استقامتتون در تمامی این سالها. مرسی. امیدوارم شب خوشی داشته باشید.